درود بر همیانان ارجمند، روز و شب بر شما نیک. شاهین نجات هستم همراه با ارما آریان، جستارهای بسیار مهم روش شناسی بازپسگیری ایران از اسلام رو پی میگیریم. به نشست تازه‌ای رسیدیم. در نشست پیشین یا شماره های پیشین، اگر کسی اون برنامه رو ندیده میتونه به یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی بره و برنامه های پیشین رو ببینه که پیوستگی داشته باشه در کارش. و اگر تاکنون با ما همراه بودید، ما در حقیقت یک دوره تقریبا تندی نگاه کردیم به مراحلی که باید طی بشه تا بتواند این بازپسگیری انجام بشه. خب من مرحله بود که مرحله تخصصی یه منیفست باید آماده بشه، فراهم بشه که بشه نقطه همگرایی همه کسانی که میخواهند در این جنبش همراه باشن و بکوشن تا این کار بزرگ رو به انجام برسونن. اون در حقیقت میشه مرجعی برای ما که همیشه بهش نگاه کنیم، به اون منیفست، و ببینیم که هدف چی بود و دنبال چی بودیم و جهان نگری ایران شهری رو چگونه تعریف. ولی بخش‌های بعدی داره که تو این بخش فقط آدم‌های خیلی متخصص نیاز نیست، بلکه مشارکت مردم نیازه. بخش دوم بخش آگاهی رسانی بود، آگاه کردن ملت از وضعیت، که میرسه ما رو به بخش سوم، جایی که یقین پیدا کنیم که ما وقتی در مورد کیش، در مورد دین، مذهب سخن می‌گیم، عمدتاً در جهان تعریفی که داره یه چیزیست که قاعدتاً باید معنوی باشه و یه ارتباط شخصی انسان با یه چیزیست که بهش باور داره. خب خیلی انسان هم ندارن، نیازی هم ندارن. این که یه مقدار در شناسایی اسلام بکوشیم تو مرحله آگاهی رسانی که مشخص بشه اسلام یک ایدئولوژی خیلی تمامیت خواهیست و صرفاً فقط یک مذهب، یکیش نیست. واقعیت هم اگر که آنچه که اسلام میگوید و اجرا کرده نگاه کنیم، شاید 10-15% یه مقدارکی بشه و درش مسائل غیر زمینی یا بقیهش بسیار سکولاره، بسیار این جهانیست و به دنبال این هست که قانون و قاعده و بگیر و ببند و باید و نباید این زندگی ما رو داشته باشه. از این رو از حوزه شخصی انسانها بیرونه. مرحله چهارم مرحله است که وقتی سه مرحله با کامیابی پیموده شد، مرحله شبکه سازی و سازماندهی منسجم برای انجام بازپسگیری ایران پس از 1400 سال، و مرحله پنجم در حقیقت مرحله ای است که اون بازپسگیری انجام میشه و جزئیاتی به خودش به همراه داره. نشست پیشین شهرام یه مقدار زیادی ما رو روی منیفست در حقیقت نگه داشت، توضیحات لازم اونجا داد و فکر میکنیم که حالا میتونیم وارد مرحله دو بشیم، مسئله آگهی رسانی. مرحله ایست که فقط نیروی متخصص و نخبه رو نمیخواد، بلکه حتی افراد معمولی هم که علاقه مندن میتونن به نوعی کمک کنن، احتمالا در تولید درون مایه و محتوا و سر و شکل دادن به گفتمان، بلکه در پخش گفتمان و در دسترس قرار دادن این تولیدات به دیگر هم. حالا شهرام بیشتر در این زمینه توضیح خواهد داد. شهرام جان درود بر تو. درود شاهین جان. بله، رسیدیم به یه بخشی که برای بیشتر همیهنان، اونا که تو این کارا علاقه دارن، بسیار جالبه. من بارها کامنت گرفتم، بارها نامه و پرسش و ایدها، که بله، ما وقتی که میخوایم رو به آگاهی رسانی با مردم بریم، با یک دیوار بزرگ تعصب برخورد میکنیم که اینا از کودکی در اون دستگاه اسلام توش آموزش دیدن. من بعد از میپرسن که خب اصلا چگونه میشه با همچین کسی سخن گفت. من تصویر رو برسونم. بله، الان دیده میشه روش انجام پذیر؟ بله بله، بدون حاشیه سیاه. بله،
این ما در هنگام روشمون گفته بودیم که اول باید مانیفست برنهاده بشه که اون خودش هنوز به درستی انجام نشده با همه کارهای زیادی که هواداران اندیشه فلسفی ایرانی، ایران شهری انجام دادن. اونو در موردش تفصیل سخن گفتیم که اون چگونه باید نخواست برنهاده بشه، چه کارهایی باید انجام بشه که بخشایش هم در دست انجام اکنون به دست خود ما. حالا گیروم مسئله مانیفست روشن شد، یعنی ایران شهری ها از دیدگاه فلسفی و سامانور سیستماتیک دونستن که چی میخوان، کجا دارن میرن، پیشینه تاریخی پیدایش فلسفهشون چگونه بوده، دشواری هایی که میان راه با دینای ابراهیمی ببیشه، از همه بیشتر این دشواری با اسلام پدید اومده که دقیقا به نابودی نسبی تمام این دستگاه ایران شهری کشیده چگونه بوده. یعنی گیروم تاریخش رو میدونن، فلسفهش رو میدونن و میتونن با دستگاه های برهانی اونو توضیح بدن و ازش پدافند کنن. اوکی، میرسیم به مرحله این که این دستگاه های برهانی باید در سراسر کشور گسترانده بشه. چی نوشته بودیم؟ آشکارسازی و نهادینه سازی بستر دانسته های دربایسته ضروری، به ویژه درباره بنیاد و کارکرد ناسازگاری های جهان‌نگری ایران شهری و اسلامی در سراسر کشور در همه لایه های هم بودمان. و داستان این بود که گفتیم که بیشتر ایرانی ها که به اسلام درآمیختن جا خوش کردن اونجا، یعنی این اسلام هم یه بخشای بزرگیش مثل قوطی عطار میمونه، گنج عطار میمونه که شما در قرآنی که باز میکنی برات برای این مطلب آیه میاره، برای اون مطلب آیه میاره، همش هم با هم دیگه در تناقض از بالا تا پایین. بله، این مسئله اسلام هم برای اون ایرانی هایی که باهاش دیگه ساختن عادت کردن به اون دستگاه های تشویقی یا نوید دهندش که اینا رو میخواد ببره بهشت عادت کردن، خوشنم در حقیقت مصرفی شدن، اسلامی شدن، اصلا اون نگاه تولیدی رو از دست دادن، به سختی ایرانی ها توش یه بخش قابل توجهی از ایرانی ها توش جا خوش کردن. و وقتی میخوای صحبت کنی یه خاصیت هم که دینای ابراهیمی دارن اسلام از همشون بدتر که مثل قوطی عطار میمونه، یعنی شما در قرآن باز میکنی میبینی برای تقریبا هر چیزی دلت بخواد میتونی آیه پیدا کنی. البته گفتار بنیادی روی تهدید، روی شکنجه در آسمان، روی تحقیر دیگراندیشاست و دوباره تهدیدشون، تهدید و تحقیر، ترساندن و شکنجیدن و اینها. حالا اون وسط مثلا هم بگردیم زربین بگردی یا یه آیه هم مثلا اشارتی مثلا به کشاورزی ممکنه پیدا کنی، نمیدونم یه اشارتی هم یه ممکنه یه مثلا به حالاتی از مثلا تجارت پیدا کنی، اینا هم که معمولا میگردن مسلمان توش پیدا میکنه، ولی خب شما تو هزار تا آیه وقتی یک اشارتی هم به یک چیزی پیدا کنی که اون دستگاه نظری نمیشه. ولی این حالت قوطی عطار که وجود داره، اینا توی همین قوطی عطار جا خوش کردن و تن در نمیدن به آنالیز یا به گفت و شنودی که جستجو بخواد بکنه یک هدفی رو، چون در هر صورت هدفی رو هم دنبال نمی کنن به جز بهشت رفتن. این یعنی این مسئله بهشت رفتن و مصرفی بودن و همزمان قوطی عطار بودن قرآن یک مجموعه شگفت آوری درست کرده از اینکه وقتی کسی میخواد با ایرانی‌های مسلمان وارد صحبت بشه، آنالیز کنه، محور اعدادی رو بشکافه که هدف چی میخواد باشه تو زندگی، دستگاه کاری چی میخواد باشه تو زندگی و و و، با یه دیواری برخورد میکنه و با یک قیافه کاملا بیتفاوت. این قیافه بیتفاوت حتی ممکنه یه به خشمم تبدیل بشه، چون اسلام هم خب خیلی زود هواداراش رو به خشم آغشته میکنی. البته من باید اعتراف کنم که این بخش تو شیعه ها مثل مال اون سنی ها نیست که هنوز باش صحبت نکرده با چاقو میره تو شکمت، اونا به حمدالله از یه جنس دیگن، ولی مال همین شیعه هاش هم که آرامتره و حرف گوش کنتره و اینها،
این حالا دیگه اونو با بیتفاوتی جایگزین کرده، اون چاق و توشکم اون یکی ها رو، و خیلی باشم صحبت کنی اینم خشمگین میشه، اینم ممکنه آخرش همون داستان چاقو بشه. یعنی یا بیتفاوتی یا چاقو، این وسط هم یارو اصلا جویای چیزی نیست. و بعد من دیدم اونایی که دوست داره ایران شهری هستن وقتی این مطلب رو برخورد میکنن و با اینا صحبت میکنن و این بیتفاوتی رو میبینن، این بیخیالی رو میبینن، گاه گرایش به خشونت رو میبینن، این آمیزه عجب و غریب از بیتفاوتی و خشونت، اون وسط هم این قوطی عطار که توش همه چی میتونی پیدا کنی و هیچ مسیر روشنی نداره، ول میکنن، اصلا فرسوده میشه این مسلمان رو ول میکنن. مسلمان ایرانی میگم، من 100 بار گفتم که من اصلا نمیخوام یه دونه مسلمان خارج از ایرانم اسلام بمونه نمونه، هرچ مسلمان بمونن و عقب مانده بمونن برای سیاست های اقتصادی آینده ایران استعماری هرچی بهتر خواهد بود. مهم فقط ایرانی ها هستن، بقیه اعراب یا ترک ها رو حتی که اسلامشون ضعیف بشه ما خودمونم قرآن چاپ میکنیم براشون میفرستیم، برای اینکه اونا هرچی اونجوری عقب مانده بمونن برای دستگاه اقتصادی ما بهتر خواهد بود. موضوع فقط ایرانی ها هستن. ولی وقتی عرض کردم با اینا اون ایران شهری صحبت میکنه، میبینه این مجموعه عجب و غریب از بیتفاوتی تا گاهی به خشونت، اون وسط این قوطی عطار قرآن و احادیث، نمیدونه که کجا اینو بگیره از اون سوراخ بیاره بیرون و اینو به صحبت منطقی فرا بخونه، برای اینکه دستگاه روانشناسیش رو هم درک نمیکنه. وقتی یک کسی مسلمان شد از درون، از این حالات ایران شهری که هدف اصلی تولیده و یافتنه و جستنه کاملا میکنه، میره تو این حالت مصرف و به هر قیمتی شده بهشت رفتن. وقتی هدف شما در زندگی شد من فقط یه سری کارهای قالبی بکنم، کیلویی بکنم، مثل چند کیلو نماز خوندن و چند کیلو روزه گرفتن و گاهی هم دگراندیشی رو با چاقو کشتن به نام جهاد، وقتی شما به کارهای کیلویی و قالبی و بی سر و ته عادت میکنی که به یه هدف مصرفی برسی، دو بعدی تمام جدیت خودتو از دست میدی. یعنی اولا اهداف جدی رو تو زندگی اصلا از دست میدی، بهش رفتن و با حوریا طرف شدن که هدف درست آبی نشد تو زندگی، مثل که شما رو میخوان ببرن روز بیخانه میشد هدف، شما رو میخوام برای یه جایی که عسل بخوری و با اون روسپی طرف بشی. روشی هم که میخوای این کار رو بکنی اینه که چند کیلو نماز و چند کیلو روزه و گاهی هم چاقو توشکن مردم. شما دو بودی فرو میریزی و یه همچین آدمی رو که تمام دو ستون زندگیش فرو ریخته، یعنی هم هدف فرو ریخته و هم ابزارهای کاری فرو ریخته، همون دستگاه هدف و ابزار بود که آنالیز میکردیم فرق ایران شهر و اسلام رو، بعد این کنشگر ایران شهری ما میاد میخواد با این صحبت کنه، میخواد به این آگه رسانی کنه، ما تو بخش آگه رسانی هستیم دیگه، و میبینه که یه قیافه بی تفاوت عجب و غریب جلوی خودش میبینه که این هرچی میخواد مسائل اساسی رو در مورد تولیدی بودن، منطقی بودن، پهلوان بودن، سازنده بودن بگه، اون داره خوابش میبره و نمیفهم این چرا اینجوریه، چون اونم روش نمیشه به این بگه که عزیز من اصلا این مسائلی که شما میفرمایید در مورد تولید و اینا من اصلا نمیدونم اینا بشه دردی میخوره، من تمام هدف من اینه که برم تو اون چی بگیم فاحشه خانه بهشت، بهشتی دقیقاً، فاحشه خانه آسمانی دقیقاً، من هدف من اینه که برم اونجا عسل بخورم با فاحشه ها طرف بشم. حالا تو داری برای من تعریف میکنی نمیدونم از میزان تولید و نمیدونم منطق و خرد و تقسیم چی داری میگی اصلا تو؟ یعنی شهرام جان این گونه آدم ها کلن ظرفیت پذیرش همچین اندیشه ای رو ندارن، درسته؟ نه الان میرسم بهش، الان میرسم بهش. ببین اسلام وقتی که جا افتاد و پیروز شد و اینها در ایران مغز همه رو گرفت، این آسیبا رو بهشون زد. تقریبا تو ایران همه لایه های اجتماعی این آسیبا رو خوردن تو درصدهای گوناگون. لایه های آدم های کمهوش، باهوش، نمیدونم مالدار، بیمال، همه بدن چرخ گوش شدن دیگه، سیستم کلی که جا افتاد. ولی اونایی که از همه بیشتر شک توشون هست و آسون تر از توی این مجموعه عجب و غریب میان بیرون و متوجه میشن که هدف فقط عسل و فاحشه نیست،
آدمایی هستن که هوش مادرزادیشون بالاست. ببینید یک سری خواص مادرزادیه و توی قومم پخشه، یعنی ما یه سری آدم خیلی باهوش داریم، یه سری آدم خیلی کم هوش داریم، یه سری آدمای متین و آرام داریم، مادرزادی میگم، نه اینکه تربیت یارو هم میتونه آرام و ناآرام بوده باشه، ولی یه بخشی این مسائل مادرزادی، یه بخشش آموزشیه. اون بخش مادرزادی رو من دارم میگم. اونایی که مادرزادی آرامن، دادی بیدادی نیستن، باهوشن و اینا سازگاری با اسلام ندارن. اینا تمام مدت حس میکنن که اینجا یه چیزی سر جاش درست نیست. تو بعد این میزان متانت و این میزان هوش و این میزان جویایی اگه از یه حدی حتی فراتر بره، اینقدر شدید میشه این ناسازگاری که خود اون شخص بدون اصلا توضیح و راهنمایی میشکنه میاد بیرون. مثلا یکی از نمونهای معروفش که همه بشناسن، بگه تو هر خانواده این رخ میده، هر کی تو خانواده خودش یکی از اونها داره که یارو انقدر باهوش بوده و متین بوده و جستجو کرده، تحمل نکرده اومده بیرون. نمونه معروفش که همه تو قوم میشناسن کسرویه، که اصلا قرار بود بره روحانی بشه و بعد این هوش مادرزادی انقدر خارق‌العاده بالا بود که اصلا جبین اون مادر روانشاد، اون روانشاد انزل نابغه مادرزادی هویدا بود، که این میزان در او این تناقض عجیب و غریب هوش از یک طرف و بعد اون اندیشه‌های قالبی و سطح پایین اسلام از یک طرف دیگه، که این از درون اصلا شکست، یعنی متلاشی شد و فهمید که این کار نمیتونه ادامه بده. شاید نمونه دیگری شرم جان حسن تقی‌زاده باشه، عارف قزوینی باشه، بعد یا زمان فروزانفر باشه، اینا همه به خاطر حالا امکانات اون موقع احتمالاً رفتن تو لباس روحانی توی 20 و چند سالگی و بلافاصله خودشون اومدن بیرون. اون موقع همچین روشنگری‌هایی درباره این جریان نبود. درسته. حالا ما لازم نیست که کسی حتما IQش 200 و مثلا 20 باشه مثل روانشاد کسروی، که مثلا جبینش اصلا نبوغ هویدا بود، عجب غریب بود. اون اگه تو این ایران اسلامی به دنیا نیامده بود، بلکه مثلا در آلمان پدید به دنیا آمده بود، یه تاریخ شناس، یک زبانشناس، از این زبانشناسای کلاسیک کار بسیار استخوان خورد کنه در یه تاریخ مثل ریاضیات میمونه. اون مثلا یه تاریخ کلاسیک شناسی میشد مثلا در حد بارتولومه یا واکناگه. من هیچ شکی ندارم اون آیتی بود، مثلا جبینش اصلا نبوغ هویدا بود. حالا همه لازم نیست که تو اون حد باشن، ولی وقتی یک کسی آیکیوش از یه حد هوش مادرزادیش از یه حد بحرانی بالاتره، شما وقتی با ایشون صحبت میکنی این در ذهنش آسان‌تر اثر میذاره این مسائل. البته یه نکته من بگم، افراد وقتی که از اسلام میکنن و میان بیرون به حالت گوناگون ممکنه بکنن بیان بیرون. مثلا یه کسی میگه من آره آمدم بیرون و فهمیدم که من تو فرهنگ کلاسیکمون که فرهنگ ایران شهری بوده، من میخوام اینو تقویت کنم. یکی ممکنه بگه من کاملا آتئیست شدم و شیفته فلسفه مدرن شدم که بیشتر فرنگی ها توش همت نشون دادن. من خیلی حساسیتی ندارم که حالا تو بخش فرهنگ کلاسیک خودمون رو بفهمم. من همین که نوشته های مثلا روانشاد کانت رو میخونم که دیگه بهترین نوشته ها در مورد منطق و انچه منطقی نوشته، این منو سرشار میکنه و من میرم دنبال این، هر میرم دنبال فلسفه مدرن و اونا خیلی اوقات به فرنگ کشانده میشن یا به انچه فرنگی. یه سری افراد مثلا ممکنه سر از جاهی در بیان، یکی ممکنه برای خودش به حالت سوسیالیسم کش کنه فلسفه زیستی، یکی چیزی دیگه کش کنه. ولی من گمان میکنم که اون دو گروه اصلی، چون اونایی که خودشون گرایش‌های ایرانی دارن، چون اونایی گرایش‌های که جهانی یونیورسال فلسفی دارن، هر جفت اینا رو میشه بهشون دریاباند که ما وقتی میخوایم بدنه جامعهمون رو آزاد بکنیم بعد از 1400 سال دست این معجون عجب و غریب، هر چقدرم که شما یونیورسال فکر کنی و فلسفی فکر کنی و اینا جهانی فکر کنی، ولی ما یک چیزی به نام یک بنیاد اندیشه منطقی فلسفی ملی نیاز داریم. حالا شما مگه میخواید مثلا مهاجرت کنی بریم مثلا در چیز زندگی جای دیگه زندگی کنی، در فرنگ هیچ عیبی نداره، بگی بدین دلیل مثلا من اصلا خیلی دیگه اصلا علاقه ندارم تو ایران چی میشه. ولی روی هم رفته منطق حکم میکنه که وقتی خود این کشور، خود این قوم یک فلسفه زندگانی بسیار تولیدی داشته، آدم
اون رو بگیره و مدرن سازی بکنه و با جهان امروزی سازگارش بکنه، یه چیز خیلی ریشمندتری خواهد بود. تا اینکه ورداره فقط دستاوردهای فرنگی های بزرگی رو مثل کانت و اینا، که من خودم از کودکی خب تو آلمان بزرگ شدم، اونا قهرمان های من بودن همشون از کودکی، شاید بزرگترین قهرمان ها کانت بود، بعد از اون تازه با یه فاصله کسایی مثل روانشاد پوپر و اینها. من حتی خود مارکس رو هم دوست داشتم، ولی به دلایل دستگاه های فلسفی نابی که ریخته بود، نه به خاطر اون اشتباهی که داشت از برآورد روند تاریخ که بعدن اون فجایع ایدئولوژیک رو پدید آورد. حالا بگذاریم، میخواستم بگم که ما خودم چون تو فرنگ از کودکی بزرگ شدم، خب این قهرمان ما همش فیلسوفای آلمانی بودن، ولی وقتی که کسی میخواد ایران رو آرایش بده از این بیماری بیابونی، پوزش میخوام اینجوری رک میگم، این میاد میگه که خب وقتی این جامعه خودش قبل از اسلام یه آیین زرتشتی داشته، نمیدونم حالا اگه بخش دینیش هم نگیریم یه ایران شهری سکولار هم داشته که اصلا سکولار شده باور زوروانیستا بوده، بیشتر از کلا یه فکر ایران شهری بوده که رفت دینم از دین هم امانسیپیت کرده بوده، جدا شده بوده و یک اندیشه فوق تولیدی، فوق تولیدی و فوق منطقی بوده که از فرهنگ اروپای شمالی پروتستانتیسم هم حتی فناتیکتر با فشار بیشتر دنبال پیشرفت بوده، که نمونهش هم این اندک پارسی های زرتشتی گریخته به هند هستن که 150 هزار تا هم بیشتر نیستن، تمام اقتصاد اون 1 میلیارد نفر میگردونن که آدم میبینه که چه مدل آدم های این دستگاه پدید میورده. بنابراین آدم با اون افراد باهوش که در داخل ایران صحبت میکنه و اینا رو کم کم راهنمایی میکنه که بدنه این دستگاه اسلام که پدید اومده این چجوری کار میکرده، بدنه تفکر خود ایران چجوری کار میکرده، حالا گذشته از ایران فرنگی ها چه راههایی رو رفتن که به پیشرفت رسیدن، یعنی اون دو سه تا ستون اصلی رو که بتونی تشخیص بدی تو دنیا چه خبره، برای اون آدم باهوش باید توضیح داد. بعد یادم تونست اون آدم باهوش رو که وقتی براش میگی توش آنی شک به وجود میاد، چون این تناقضات اسلام آنی میبینه، وقتی داره جدا میشه، اگه آدم بتونه دلش رو به دست بیاره که حالا که تو داری جدا میشی، این زحمت رو داری میکشی، داری فلسفی فکر میکنی، داری مستقل خود ایستا فکر میکنی، خود ایستنده فکر میکنی، حالا به جای اینکه فقط بری یونیورسال بشی، فیلسوف و فرنگی بشی، بیا با هم کوشش کنیم که دستگاه های فلسفی ایران رو که همین اندازه تولیدی و منطقی بوده مثل شمال اروپا، خب 1500 سال پیش از بین رفته، اینها رو صیقل بزنیم با جهان مدرن و دستاوردهای پسر موهای فرنگیمون که با ما من نظر نژادی فرنگی هم سازگاری دارن، تطبیق بدیم و یک آغاز نوعی بریزیم، یک پایگاه استواری بریزیم و از اینجا استارت بزنیم که پیامدش یک صنعت بسیار قوی و یک دانش بسیار قوی باشه و یک استقلال فکری فلسفی بسیار قوی، که این بشه ایران شهری نوین، ایرانیان وی آف لایف، ولی امروزیش آخرین بارش که وجود داشته زمان ساسانیا بوده، خب اونم یه امپراتوری بوده مثل این امریکایی‌ها که امریکن وی آف لایف خوش نمه، اونم ایرانیان وی آف لایف خوش داشته که به اون امپراتوری ایرانی، اونم همون ایران شهری بهش میگفتن. این ایران شهری رو که وسط راه به وسیله مسلمان ها ناجوان مردانه غافلگیرش کردن و متلاشیش کردن و کشتن و بردن و دزدیدن و تجاوز کردن، از بین بردن و اقشار کمهوش و سادیستی جامعه رو سازماندهی کردن، یعنی به اینا دستگاه مافیایی ایجاد کردن که بقیه جامعه رو 1000 سال گروگان بگیره، ما از این قفس گروگانی میشکنیم میایم بیرون و کنترل رو در جامعه دوباره برمیگردونیم از دست آدمای کمهوش و سادیست که اون پرسنل کلاسیک اسلام هستن به آدمهای باهوش و متین و منطقی. در این پارادایم چینج که اون موقع جای در حقیقت میشه گفت لات سالاری شایسته سالاری رو میگیره، یه تغییرات پارادایمی شگفت آوری انجام میشه که عرض کردم آخرش اصلا دیگه ایران رو باز نمیشناسی، چون یه جور دیگه میشه همون باز نشاختنی که با اسلام هم رخ داده بود یک بار. این تو این کانسپت باید برای آدمایی که کشش دارن لازم نیست نابغه باشن، ولی اینقدر باید کشش داشته باشن که این مطلب وقتی میگی بفهمه. اینو باید برای اینا شکافت،
برای شکاف. در این راستا منیفستی که ما میخوایم آماده کنیم و نوشته ها و فیلم هایی که تولید میشه میتونه کمک کنه، چون افراد خب رفرانس میدی، بازیافت میدی به اونجا، میگی خب حالا یه ساعت دو ساعت هم خودت نگاه کن و بعد دوباره صحبت بیشتر، فلسفه بیشتر. حتی خیلی اوقات وقتی اون دوستان با هم دیگه اندیشه میکنن و فلسفه میکنن، از اون کسی که داره میشکنه و میاد بیرون، ممکنه یه پادبرهان های خوبی هم به یادشون برسه، به ذهنشون برسه که اصلا خود ما تا کنون نیندیشتیم، مثلا تو کارمون سستی بوده. درست. تماس میگیرن و ما رو هم نیرومندتر میکنن. این بنابراین این بخش آگه رسانی باید از بخش باهوشتر آغاز بشه. من ایستم به شما بگم اونایی که هوششون از یه مرز بحرانی پایین تره و گرایش های جنسی سادیستی خیلی قوی دارن، اونا رو اصلا نمیتونی از تو اسلام بیاری بیرون. برها همیشه یه اقلیت اونجا میمونه. دقیقاً. من اگه این درصد تو جامعه ایران 8% یا 10% باشه، که بیشتر پرسنل حکومت کنونی هم هستن که مردم رو شکنجه میکنن و تو زندان لوات میکنن از این حرفا، همینا هستن که هزار سال شبکه مافیایی ساختن کشور رو گروان گرفتن. این کاری که فقط پیامبر اسلام کرد این نبود که بیاد جامعه رو احمق کنه، بلکه اومد احمقا رو سازماندهی کرد. گفت شما همیشه احمقای عزیز، در حقیقت یعنی مستضعفین، شما همیشه در جامعه بودید و کارتون کارهای سطح پایین بوده، چون هوشتون کم بوده که کارهای سطح بالا انجام بدید و همیشه خیال میکردید که سطح شما پایینه. ولی من به شما میگم که الله شما رو دوست داره، چون اونایی که زیادی فکر میکنن و زیادی منطقی هستن، اینا طاغوتن در حقیقت، اینا استکبارن، اینا زیادی مستقلن، اینا کارشون به شرک کشیده، چون خودشون با وجدان خودشون فکر میکنن به جای اینکه فرامین الله رو انجام بدن. تویی که مغزت اصلا کار نمیکنه و عقلت کمه، آدم خوب تویی. و این یه پارادایم چنج عجیب و غریب در جامعه پدید آورد که لاتا و کم هوشا بهشون احساس مهتری دست داد. و شما این وضعیت رو هم خب پس از انقلاب دیدی، تمام این لاتای عقب مانده عجیب و غریب، مثل آقای نمیدونم لاجوردی، نمیدونم خلخالی، نمیدونم رفیق دوز، یکی از یکی عقب مانده تر، اینا هر کدوم بهشون احساس مهتری دست داده بود و خب واقعا هم اخیاردار شده بودن، یعنی اخیار جان و مال مردم دستشون. این اون دستگاه مافیایی که من میگم در مدینه درست شده، حالا بعد حتی موفق شد که ایران رو هم متلاشی کنه. و این بعد از این ما در هنگام شکستنش هم یه کار میکنیم، ما نمیریم با اونی که اول هوشش کمه و سادیسته که اسلام از ته دل دوست داره با اون صحبت کنیم. تو چی میخوای به اون بدی که از این باش بهتر باشه؟ اون فقط میخواد الان اینجا فعلا آدم شکنجه کنه و آدم بکشه، اینا حالات سادیستیش اینجا ارضا بشه، بعدم بره مثلا با روسپی ها با هوری ها بریز روهم. تو چی از این بهتر میخوای بهش بدی که اون اینو ول کنه بیاد آدم منطقی بشه؟ چنانکه پیامبر اسلام هم اون زمان وقتی که در مکه بود و با آدمای منطقی صحبت میکرد، قریش و باسواد و اینا میدی روشون اثر نمیکنه حرفا، این چون حرفاش سطحش پایین بود، دل نظر ابن حارث یا مهتران قریش رو به دست نمی آورد. بنابراین رفت با لاتا دوست شد، اوس خزرج در مدینه. گفتش که حالا که من نمیتونم دل مهتران رو به دست بیارم، دل کمهوشا و سادیستا رو به دست میارم، بعد با اونا میریزیم، اون یکی ها رو میکشیم، برده میکنیم، گروگان میگیریم، دائم گروگان میگیریم، گروگان هزار سالی اگه لازم شد. فقط سیستم ما باید مولا درزش نره و ول نکنه، یعنی تا آیندهم باید هر وقتی یه کسی پا شده یه اندیشه آزادسازی به سر ایستاده، باید آن بگیری بکشیش که این بستر هیچ وقت پایان پیدا نکنه و تا روز رستاخیز کمهوشا و سادیستا بتونن حکومت کنن. بنابراین شما وقتی میخوای کشور از دست اینو پس بگیری پس از بیش از هزار سال، نمیتونی بری با اون اپل کنی، با اون صحبت کنی، اون که اصلا هیچ انگیزه نداره اونو بده کنه، اون که بهترین چیزه براش. اینجا آدم شکنجه با شکنج... اکثریت تقریبا کم آگاه ولی میانه صحبت کرد و اونها رو به راه آورد. به ویژه اونایی که در قشر میانه آثاری از هوش و درایت توشون میشه دید، چون اولین کسایی هن که ول میکنن میان بیرون، به ویژه اگر هوش با دلاوری مادرزادی همراه باشه. آخه آدم میتونه اون باهوش باشه، ترسو هم باشه. من عرض کردم مثلا ما برخی آدمای باهوش هم تو سیستم های اسلامی میبینیم، هم تو سیستم همین جمهوری اسلامی خودمون میتونیم آنالیز کنیم،
آدم از خودش میپرسه خب این که باهوش بوده این تو این قرآن ها چی پیدا کرده که اومده اینا به اینا پیوسته. اینا افرادی هستن که حالا یا از رو تعارف خانواده مسئله بوده یا از رو ترس مبهم دارن. ترس های مبهم هم شما رو آخر همین به بردگی الله میکشونه. حتی اگه ترس از کیفر دوزخ و عرض کنم خدمتون مار قاشی و حالات اسپریتوال عجب و غریب دارن همراه با ترس از اون جهان از این مسائل کلا گرایش به ترس دارن. بدترین آدم برای اسلام آدم باهوش و دلیره، چون اون هم خودش میاندیشه و هم استقلال روحی داره. اول باید برین سراغ اونا توی قشر میانه، با اونا صحبت کنین، از اونجا سربازگیری میشه در حقیقت. و اونا اولین کسایی هستن که با فشار کم میان بیرون، یعنی چون خودش اصلا هر لحظه آمادگی داره که بیاد بیرون، و وقتی میاد بیرون این سیستما رو برای براش توضیح بدی، یعنی سیستمی که آقا اون چی بوده، این چیه، این چجوری اونو از بین برده، تمام اون مراحلی که تو مانیفست باید بدونی، این آدم باید بدونه که یک ایران شهری تمام عیار بشه. بعد درگیری فراتر با همین الله پرستان هم دست کم نگیره، چون خیلی از افراد هستن که بعد خودشون آگاه میشن، بعد خیال میکنن که خب بقیه هم به سادگی میشه آگاه کرد، این مطالب این پیچیدگی من در نظر امروز گفتم در نظر نمیگیرن. یعنی اون مانیفستی که بعدن باید دست ایران شهریان نهاده بشه، نه فقط فلسفهشون رو میشکافه، نه فقط تاریخشون رو میشکافه، بلکه روش کار رو هم باید براشون توضیح بده. اون چیزی که من اینجا شفاهی تا انزه امروز گفتم که با کدوما اول آغاز میکنی، با کیا صحبت میکنی، سراغ هر کسی که میری به علاقه های ویژه خودش نگاه میکنی، از اون در براش روشن میکنی که فرق اون فلسفه ایران شهری یا کلت فلسفه انسانیت رو به منطق و اسلام چیه، فرق پیشرفتگرایی ما بهشت روی و مصرف چیه، فرق خرد با ایمان چیه، فرق وجدان فردی با تقوا چیه، و اینجور چیزها. این آدم رو میسازی و براش هم سختی های کارم توضیح میدی. این میشه یک کنشگر تمام عیار، یک موتور تمام عیار. میری سراغ بعدی و این بعد اون موقعات گسترش بده کنه. چقدر زمان داریم دیگه شاهین جان؟ ما حدود 5-6 دقیقه دیگه برای گفتار فعلا. بله اوکی. حالا این مسئله آگه رسانی به این سادگی نیست که شما این آگه رسانی رو آغاز کنی و این آگه رسانی همینجوری ادامه پیدا کنه. از یک مرزی به اونور الله پرستا آغاز به مقاومت و پدافند شدید میکنن، چون تنها ترسی که دارن اینه که این شبکه مافیایی این بخور بگسله بعد از 1000 سال. این بزرگترین ترسیه که تو خودشون دارن. حالا یه ترس دیگه هم دارن که میگن که اگه یه کسی زیاد به ما بگه که این مسائلی که ما تاکنون بهش باور داشتیم درست نیست و من خودم باورم بشه، یه دیگه بهش نمیرم. یعنی یه سری مالی خویایی عجیبه هم این وسط هست، یارو میگه من خودم باید خودمو گول بزنم، چون اگه بفهمم که اینا همش پرت و پلاس من دیگه بهشتم نمیرم. این منو یاد اون داستان میندازه از یه بابا تو گفتم شاهین جان، از یک هنرپیشه جمهوری اسلامی در دبی، خانومی بود وسط های 40 اینا، داستان مال 15 سال پیشه، برخی از آشنا اونجا بودن سر کار بازرگانی آوردن داستان رو میگفتن. در یک مجلسی بود 20-30 نفر بودن، آدمای درس خونده، بازرگان، نیمه متدین، سکولار، همش توش بود. میگفت صحبت در این شد که این خانم خودش خیلی زیاد میگفتش که آره چقدر مثلا بعد از چقدر بلاها توی کشور بسیار شده، تنگ دستی چون و چنان. و این دوست ما هم که میدید خب اون خودش که در جمهوری اسلامی همکاری میکنه و همش هم داره میگه چقدر بد شده اونجا، میگه من دیگه یه خورده این تناقض دیگه برام عجیب بود. بهش گفتم خانم خب گمان میکنی دلیلش چیه که به خجالت بندازمش که خب خود که در اونجا کار میکنی دیگه چقدر از بلاهاش بگی، یه خودم همکاری تو اون سیستم. اونم یه اون لحظه متوجه شد که او به تله افتاده، چون دور و برش هم چند تا از کارگزاران دولت بودن. گفت نمیدونم حالا، ولی حالا یه خوبی داره که هر چقدر ایران بدتر بشه زودتر آقا برمیگرده. منظورش امام 12 بود. و حالا بعد دیگه بحث از اون جالبتر شد. خب تناقضای داخلی روح این افراد برات بگم. که میگفتش که خب دوست ما بحثای خود سر همین تناقضای درون اسلام آورد و این اینا. و اون خانمم گفت بله، حالا یه نیم ساعتی که زمان گذشت گفت بله، این منم حالا خیلی دیگه ایمان ندارم، ولی میدونید چیه، هر وقت که این اندیشه‌های فلسفی که شما میفرمایید که من خودم هم دارم از سرم میگذره، ترس منو فرا میگیره. چون من بالاخره از 14-15 سالگی دیگه نصف نمازهای واجب منو خوندم،
نمیدونم جامو تفریق بکنین چه میدونم 90,000 100,000 رکتی چیزی اینا میشه. خب اینا رو من سرمایه گذاری کردم اگر که حیف اینم زمان گذاشتم. اگر که شما بیشتر صحبت کنید و من متوجه بشم که اسلام همش پرت و پلاس یا خب اینا کی این سرمایه گذاری رو جواب میده؟ یعنی که شما با یک مدل آدمی سر و کار داری که خودش میگه من بو بردم که اصلا بی بنیاده، ولی من اصرار دارم که در جهان پرت و پلا بمونم، واسه این که به خودم تلقین میکنم که اگه زیاد تلقین کنم شاید پرت و پلا تبدیل به واقعیت شد، شاید موقعی بهشتی هم بود من برم اونجا از این حرفا. شاید به همین دلیل شرم جان بهتره زمانی که همینا میخوام بذارم روی آگه رسانی بیشتر تمرکز بذارم روی جوان ها و میان سال ها تا کهن سال ها، چون کهن سال ها این انگیزه را ممکنه داشته باشن که آقا 77-8 سال من این کاری کردم و الان دیگه حیف بزنم زیرش، حالا این چند سالم صبر کنم شاید یه خبری بود. به ویژه روی اونایی که هوششون از میانگین بالاتره و حالتهای دلیری دارن. این بزرگترین بلا که شما رو به دامان اسلام میکشونه همیشه هوش کمه یا ترسهای مبهم درونی. وقتی هرچی به سوی دلیری بیشتر اون شخص میره، به ویژه در ترکیب در کامبینیشن با عقل، حالا فقط هم دلیر باشه عقلش کار نکنه بازم ممکنه مسلمون بشه جهادی بشه از این حرفا، عقله فقط کار کنه ولی ترس داشته باشه، میشه چه میدونم یکی از همین اصلاح طلبای خودمون که خودش هم میدونه همش پرت و پلاس مثل این خانمه ولی میگه به خودم تلقین میکنم شاید ایشالا گربه است. این کامبینیشنی که یک کسی دارای عقل باشه و دلیر باشه این برای اسلام کشنده است، چون میشه کسروی. اون میشه کسروی که حتی کسی بالا سرش هم نیست خودش میاد بیرون، چه برسه که اگه راهنمایی بشه و باش صحبت بشه. و از این گروه از جامعه، وقتی من میگم باهوش منظورم پروفسور هشتروتی نیست، همون اینقدر که یارو بتونه واقعا برهان ها رو دریابه، دیپلمه خوبی نمیدونم اصلا کلا ممکن درس هم نخونده باشه ولی ذهن پویایی داشته باشه و همزمان هم دلیره، یعنی مثل اون خانمه نیستش که میگه من خودم میدونم که همش دروغه ولی هر روز به خودم تلقین میکنم که حالا شاید شد دیگه. خیلی از کسایی که میرن تو مراسمی شرکت میکنن مثلا محرم تاس و عاشورا اینا یا نمیدونم شب قدر یا شب ضربت خوردن امام شیعیان و اینا، نه الزاما همشون ولی برخی از اینا از نظر منطقی شاید اصولا همچین باورهایی هم چندان ندارن، ولی من یکی دو نفر دیده بودم میگفتن ما میریم میشینیم اونجایی که هم گریه میکنی دو سه ساعت صدای زجه میشنویم و روزه میخونن و اینا، حالا همه هم مشکی پوشیدن و اینا، دیگه نیمه شب که برمیگردیم خونه یکم بر ترسمون غلبه کردیم، یه نیمچه آرامه شدیم، یه حالت نیمچه خلصه ای داریم و بر همین میریم. یعنی اینم در حقیقت همونه، کسایی که در درون بسیار آسیب پذیر هستن، یک ترس بسیار بزرگی دارن از مسائل ناشناخته و مبهم و از نظر شخصیت آدمای خیلی استواری نیستن، میرن اونجا با اون گریه و با اون فضا و با اون چارزانو کف زمین تو مسجد نشستن و اینا یه نیمچه لذتی میبرن. اینو من شنیدم یک دو نفر اعتراف کردن. ببین این یه بحث خیلی کامپلکسی رو باز میکنه که ما شاید یه برنامه ویژه در مورد مسائل بپردازیم، ولی ما فقط ما داریم مسئله بازپسگیری رو میگیم چون بیننده گفتن بعد از دو سال دیگه آنالیز، ما فقط روش میخوایم بشنویم، آنالیز رو بذار کنار. ولی تو بخش آنالیز اونجا میگیره که ببین کلا آیین‌های دینی گوناگون برای دشواری‌ها در زندگی راه‌های گوناگون پیدا میکنه. مثلا آیین زرتشت سرمایه گذاریش رو این بوده که من این شخص رو تا میتونم رو خردش سرمایه گذاری میکنم، رو دلاوریش سرمایه گذاری میکنم، رو پهلوانیش، رو منش انسانیش، رو فرد قویش، اون انسان سوپرمن میخوام از این بسازم، حتی اگه ذاتش هم میانگین باشه ولی باید اعتماد به نفس داشته باشه، فروتن باشه، سازنده باشه و الاخر. این آدم وقتی اینجوری روش سرمایه گذاری کردی، تو بیمارستان بهش گفتن که سرطان داری، این برمیگرده میگه خب بله، من چون همش این سرمایه گذاری از 4 سالگی روش شده، تو اون پارادایماش حل میکنه، میگه بله خب من نهایت کوششمو کردم، از کودکی الان مثلا 62-63 سالمه
خیلی پیرم نیستم، پس یکی دو سال دیگه باید برم، کارشم نمیشه کرد، ولی تا الان هر کاری میتونستم کردم تو این، یعنی در توانم بود برای سازندگی و ماندگار شدن و به نام شدن. و تو این دو سالی هم که مونده نهایت کوششام میکنم که نهایت اثر رو بذارم و مسئله ارث و میراثم هم حل کنم و با خیلی راحت دیگه برم. این میشه سرمایه‌گذاری رو اون. ولی آیین‌های دیگه هستن که خبرهای بد یا ضعف انسانی رو جور دیگه حل میکنن. که میگن اگه تو به اندازه کافی بری نماز بخونی، دولاراس بشی، کلت زمین به کوبی، گریه کنی، زاری کنی، خودتو ذلیل کنی جور الله، بعد الله بالاخره یه جوری تو رو میامرزونه، حالا ور میداره میبره بهشت یا این ور اون ور، و فرقی نمیکنه که سرطان میبری اونجا میبره دور همون داستان اصل و اون یکی و اینجوری مشکل حل میکنه. و بنابراین این مسائلی که شما میبینید که اینا میگن ما میریم گریه و زاری میکنیم و بعد اون موقع روان پالایی میشیم، کاتارسیس میشیم، این برای اینه که تو این سیستم اجتماع هستن دیگه شکل گرفته. درست. چون من که حالا البته برخی هستن حساسن، لازم داره که اونجوری یه خورده مثلا روان پالایی کنه، همش هم نمیتونه با اعتماد به نفس و برنامه اینا، یه خورده گاهی یک گریه هم باید بکنون، طبیعیه. شما موبد زرتشتی هم قدیم بیگمان با اینکه گریستن خیلی دوست نداشتن جونجو کارو که اصلا نه، ولی وقتی میدید که اون شخصی که گریه در آمد، خب اونو در آغوش میگرفتش و آرامشش میبخشید، میگفتش که خب وقتی این کاره دیگه من نمیتونم خیلی از قدرت برای این صحبت کنم. ولی شما از این گرایش نسبی به روان پالایی اون موقع یه بامبول درست کردن بری با هم بشینی تو سر خودت بزنی گریه کنی، یعنی همش وجود انسانی خودتو بکوبی بیاری پایین، این دیگه همون انحراف 1400 ساله میشه که ما داریم صحبت میکنیم. اونم اونجا اون افرادی که گفتن ما رفتیم یه خورده روان پالایی شدیم خیال میکنن، چون یه ذره روان پالایی کردن یه مطلبه، از گریه و زاری بعدن روش زندگانی درست کردن این انحراف رو به نابودیه. دقیقاً. و این جزئیات دست کم در نظر نمیگیرن که این خب بله خب عمه منم بلده، شما هر وقت کوچکترین فشاری بهت اومد یه چارت بزن فرق سر خودت بشین گریه کن، احساس میکنی که همه مسئولیت از تو برداشته شده، به ویژه که اگه به این ایمان داشته باشی که یه خدای قدر قدرتی هم هست، منم به عنوان انسان موشم نیستم و اگه فقط بنزه کافی گریه کنم و فرق سر خودم بکوبم اون کار رو میگیره دستش منو میامرز من تمام میشه میره. چه مدل آدمی میخواد تو این بیاد بیرون؟ یه مقدار روان پالایی، گاهی گریستن دیگه وقتی نمیشه یه مطلبه، از گریستن و زجه و حماقت بعد اون موقع روش زیستن درست کردن و تازه تشویقم کردن که همینجوری ادامه بده، هم میشم همین کارو بکن، اون یه مطلب دیگه هست. درسته. و ایناست که من عرض میکنم که شما باید تو این فرایند آگه رسانی اون موقع عموم میلیون ها ایرانی باید بفهمن که اینا قبل از این اسلام بیاد و اینا آیین زرتشت اونجا بوده و اندیشه ایران شهری بوده، اینا با مشکلات زندگی چجوری برخورد میکردن، چیکار میکردن، چه توانایی در کفشون بوده که مثلا این فرنگی ها امروز مثل ژاپنیا از اونا هم بیشتر راست شو بخوای، اونا در مقایسه با اون ایران شهری قدیم درجه دو بودن، اونا اصلا یه از جنس دیگری بودن. حالا چیکار دارن میکنن که از زجه و گریه چیز درست کردن، فضیلت درست کردن، میگه من وقتی گریه میکنم تخلیه میشه. خب معلومه هر کسی زیادی گریه کنه تخلیه میشه، خب چی کمکی میکنه؟ هیچ. گریه رو باید به اندازه احرافی. درست. بله دقیقاً. در اونجا اگه ممکنه از شیر اسکرین خارج کن اسلاید رو، سپاسگزارم. ما تقریبا وقت به پایان رسید، از همیهنان و هماندیشانی که تماس میگیرن، محبت میکنن، پشتیبانی میکنن و میپرسن چه کمکی میتونن بکنن، دوباره تاکید میکنم فرستادن لینک برنامه هاست از طریق حالا یوتیوب به دیگران یا در شبکه‌های اجتماعی جنبش رنسانس ایرانی رو پیدا کنید با لوگوی خیلی مشخصش که سیمرغی است که از فراز البرز کوه در حال برخاستنه، و بکوشید تا برنامه ها بیشتر دیده بشه، در موردش بحث بشه، گفتگو بشه، افراد با هم کلنجار برن. به هر حال این کشتی گرفتن های ذهنی کمک میکنه به پخته شدن خود جستار برای بیننده یا شنونده، و طبیعتا باز همون خودش کمک میکنه بتونه اثرگذاری اون کس روی دیگران، روی پیرامون خیلی بیشتر باشه.
اگرم که خواستید تماسی بگیرید و به نوعی دیگر پشتیبانی بکنید یا همراهی بکنید یا برای در پیوند باشید، لطف کنید ایمیل بزنید به info@iranianrenaissance.com info@iranianrenaissance.com. حتما پیام ها رو خواهیم دید و میکوشیم که پاسخگو باشیم. خیلی سپاسگزارم از توجهتون. شهرام گرامی سپاس، مانند همیشه بسیار عالی و روز شب همگی خوش.